تو خونش این رقص و شیشه هشته وجود داره دیگه. دقیقا شیشه هشت باید باش. خب بعد خط تا عوض کرد. الان شیشه هشت رو جدا نکردم، شیشه هشت میخونم ولی فان نمیخونم اونجور. ساقیا کار جدیدت بود، نسبتا جدید. ساقیا رو من بگو از کجا اومد، چی شد؟ من قبل عید میخواستم یه ترک پخش کنم، بعد مثلا یه چیز دیگه آماده کرده بودم. یه روز صبح بیدار شدم گفتم اصلا تو باید یه چیزی بدی که اصلا فرق کنه. تو همیشه یه چیز معموله، اون موقع یادت میاد همیشه یه چیز جدید میومد، حالا فانم هم بود یه چیز جدید و ویدیو هم همه یه داستانی داشت. گفتم یه کار جدید باید بکنم. یه شعرش اومد تو ذهنم، گفتم بیام قدیمی بخونم، شعر خیلی چیزی ولی 6 و 8 راجب مستی دوباره. یه شعرش رو گفتم بعد آهنگ رو عوض کردم. این دختر خانمی که میگه وای تو جواب میده بعد از وای چقدر مستم، من کیه؟ اون تو ایرانه. آه تو ایران میخونه. اسمش بهناز. خب جالبه که تو اون بخش رو دادی به یه دختر خونده. فکر کنم قشنگی کار هم همون بوده. بال بود. آره. من خودم برمم. خیلی گرفت. خیلی. تو آمریکا از همه جا بیشتر گرفته من اصلا. تو ایران انقدر نگرفت؟ چرا تو ایران؟ آهنگ که میگیره همه جا. اول ایران میگیره بعد اینجا میگیره. ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه. تو آمریکا خیلی. دیدی ای بی هم تو کنسرتش خونده بود؟ آره من بودم اونجا. آه اونجا بودی؟ آره بابا. آها. دیدی نشسته بودی تو جمعیت؟ دقیقا. آره. بکستش هم نگر دیدیم، خیلی لطفی هم. من چند روز پیش تو مصاحبه با شهبال عزیزم گفتم، گفتم امیدوارم اگه من تا 20 سال دیگه داشتم میخوندم، چون به سنهای عبی رسیدم. 20 سال دیگه به سنهای عبی نمیرسی؟ حالا نه، مثلا میام 40 سال دیگه. آره 30 سال، بابا اینقدر دیگه سن شما الان نیست. 40 سال؟ نه 39 سال. حالا اصلا تو بگو من 20 سال دیگه مثلا بخونم، اینقدر تحمل داشته باشم جوونا رو ببینم، بعد انقدر بتونم وسط کنسرت ساپورت کنم، تازه جایگاه ای بیو که اصلا امکان نداره بشه. ساسیمانی کرم امشب مهمان ما. دست راست کجا نشستی ساسی آقا؟ خیلی واسه من عجیب بود، از همینجا ازشون تشکر میکنم چون خیلی کردیس خوبی بود واسه من. خب کارت هم کاری بودش که مردم دوست داشتن و قشنگ بودش، چرا که نه؟ برصد یه روزم ابی پاش تو کفش شما بود و مثل تو بود و با حمایت مردم رسید به اون موقعیت. الان وقت خوبیه که بتونه به جوانها اون موقعیت رو بده. تشکر میکنم دوباره. تو هم فردا مشروب میخوری؟ خب کسی هست که نخوره بالاخره؟ من تو چشم من نگاه کن. واقعا نمیخورم. تو چشم دقیقا نگاه کن. واقعا نمیخوری؟ من مشروب خور نیستم. نه تو سیگار میکشی؟ کسی هست سیگار نکشه؟ کسی هست که سیگار برو بالا. هروئین میکشی؟ نه مشروب میخورم گاه گاه در مهمونی چیز باشه. الان فعلا خود بی خود میشی؟ الان فعلا نمیخورم. الان خیلی وقت نمیخورم. دایت هم اصلا رژیم هم اصلا نمیخوری؟ آره. سیگار؟ آره میکشم کم. چرا؟ کم اونقدر نیست. دو پاکت نوع کار شما ها برای مردم و نوع استایل شما و این شیطنت و این مسائل و هیاهو و دختر دوره ور و تو ویدیو و این ور ور میگن اینا با اینا که میدونی اینا از اونا هستن که اصلا صبح با یه لیوان ویسکی از خواب بیدار میشن، شب با دو تا بانگ علف و حشیش میخوابن. توضیح بدم؟ حتما. این خب اصلا کلا وقتی خواننده میشی کارت میشه شبا، یعنی کنسرت رفتن، چه میدونم پارتی رفتن. خب وقت تو پارتی هست دختر اینا، ولی تعادل خوب، خیلی هم هستن اینجوری، خیلی هم واقعا مشروب زیاد میخورن، چه میدونم علف هم میکشن، ولی تعادل خوبه دیگه. یعنی همه کار آدم بکنه به اندازه؟ حالا همه کار نه. آها. نه ولی
من منظورم اینه که چه میدونم کسی نیست که به نظر من، حالا خیلی آدمای پاستوریزه مشروب نمیخورن، ولی اصلا بت نمیاد مشروب نخوری. دوست ندارم. من که میشه. آره دوست ندارم. من سیگارم دوست ندارم. من آخرین باری که سیگار کشیدم سال 2000 بوده. قبل از سال 2000 بوده. و دیگه نکشتم. اون موقع هم نمیکشیدم به اون صورت. مفتکش بودم در واقع. به اشغالت کردی فکر کنم. مفتکش میگیری چیه؟ طرف سیگار داره میگه سیگار به من میدی. هیچ وقت نمیری بخری. الان که اصلا نمیگشی؟ نه اصلا. از که آنکات شروع کردید موسا؟ از که آنکات شروع کردم یادم میادش که فکر کنم 2001 بود. با خانم همیرا یه برنامه شروع کردم به نام آنکات، بعد رفتیم جلو شد آنکات دیگه. خیلی دوست داری مصاحبه شی یا نه؟ یعنی یه سوال دارم. نه دوست دارم بدونی تو هم. دوست دارم بدونی. من که آنکات با دیتیلز کامل میدونم. دیدم. حتی پاهای تو تا میدونم. یادم گفتی. ساسان. کاری که ساختی، آهنگی که ساختی، کاری که انجام دادی، این برای فردای تو داره فرداتو به وجود میاره دیگه، برای فردای تو هستش. دوست داری مردم ازت چی به یادشون بمونه؟ بگن آقا ساسان چیه، کیه، چه جور آدمی هستش، چه جور موسیقیه، موسیقی که ما رو شاد میکنه یا موسیقی که ما رو عاشق میکنه؟ به نظر کدوم بهتره؟ موزیکی که عاشقش میکنه یا برقصوناتشون؟ مردم قدر ایران؟ قدر کدوم رو بیشتر میدونن؟ مردم ایران؟ یا مردم دنیا؟ مردم ایران. قدر کدوم رو بیشتر میدونن؟ کسی که شادشون کنه یا که عاشقشون کنه؟ قدر آدمی رو میدونن که عاشقشون کنه دقیقا. ولی آدمی که براشون شادشون میکنه راحت نیست، چون ما راحت شاد نمیشی. ولی جایگاهی که اونی که عاشقشون میکنه اینجاست، جایگاهی که چه میدونم کسی که فقط شیشه اش میخونه تو مهمونی هست پایین تره. خب من دوست دارم کسی داره داشتیم که هم شاد بخونه هم بتونه تو چیز باشه هم عاشق بکنه. به نظر آره اندی داشته اینجور آهنگایی رو، اندی راست سرسپرده داشته یا تنهایی داشته، بعد از اون برم توپولی داشته. من دوست دارم دوباره داشته باشم. من دوست دارم دقیقاً برنامه کاری من همینه، یعنی سالی یه دونه شیش هشت واسه کسی که میخوام برقصن، بقیهش چیزی که خودم دوست دارم. یعنی مهمونی ها از اون ور تغذیه میکنن از آهنگا، خب من براشون میسازم، ولی اون چیزی که دوست دارم هم 100% میخونم. من ول نمیدونم همینو، یعنی میخوام ببینم چی میشه، هم این ور رو داشته باشم همون ور رو میشه نمیشه. پدر و مادرت وقتی میگرفتن یا میبردن یا با یا سر صدا یا این کارهایی که انجام میدادی، نمیگفتن مثلا دوست داشتن دوست نداشتن؟ چی بود؟ چی دوست داشتن؟ کار تو. کارم از روز اول دوست داشتم. ببین اصلا هیچ وقت ندیدم که مخالفت کنه، همیشه ساپورت میکردم از اول تا همه امروز، یعنی هیچ وقت با این چیزا مشکلی نداشتم. ولی اون دورانی که میگرفتنم خیلی اذیت شدم. من میگم که باز من از همه بیشتر گرفتم اون دوران، خیلی اذیت شدم. تفاوت سنی با پدر و مادر چقدره؟ تفاوت سنی با پدرم میشه 30 خورده فکر کنم. 30 خورده سال. 30 خورده. 31 دو. اوکی. خب بعد چی میگفتن؟ نکن نرو. خب نه خب استرس چیز هیچ وقت من نگفتن. مثلا الان گفتم مثلا میخوام آهنگ بخونم، مثلا نگفتم نکن. خب ولی استرسی که داشتم من خودم میدیدم که چقدر ناراحتم. بعد اصلا فکر کن سند خونه اونجا گیره، تو بخونی یهو میان اصلا میندازنت زندان. خودم میدونم این چیزا رو که نباید بخونم، الان وقتش نیست دیگه. تا یه جایی شد که دیگه گفتن آقا میخوای بخونی برو اونور بخون. دقیقاً رو همین دیگه صندلی همونجوری نشسته بودم، یکی اینجوری اومد سر پا گفت میخوای بخونی از ایران برو. پدر گفت نه نه نه. آها. تو همونجا پدرم هم بود. آها. آها. میخوای بخونه ببرش از اونجا. ولی سند رو پس میدن اون موقع؟ نه دیگه اون موقع وسطاش بود، بعدش دادگاه شد، دادگاه جریمه، بعدش برم که سند رو دادم. آها. دو سال ما درگیر دادگاه بودیم، این دادگاه حالا جلسه بعدی جلسه بعدی اینش سقفه، ای بر دادگاه انقلاب. ساسا شما ها برای مردم
برای جوان ها، برای اونا که دنبال میکنن کارتون رو، یه نقش الگو رو بازی میکنی؟ قبول داری اینو؟ آره قبول دارم، به خاطر اینکه اون موقع که خودم هم تو اون سن بودم، مثلا کارای خواننده رو میدیدم، مثلا میگفتن این چند موهاش خوبه، شاید مثلا موهام اونجوری مثل کی؟ نمیام. نمیگی؟ نه. دوست دارم بگی؟ نه فلان. غیر ایرانی؟ نه ایرانی. ایرانی باحال بوده، مثلا یه کار مثلا چه میدونم کفشش چقدر باحاله، برم این کفش رو فلان کنم. چرا نمیگی؟ دوست دارم. آه دوست داری. آره دوست داری به یورو حال بدی؟ نه بابا بابا نه خب یه چیزه بره خدا، همه چیزه که نباید گفت، هر چیزه دوست داشته باشم میگم، اونه که دوست داشته تو همه چی بگم. آقا میگم تو نارد نه اشکال نداره، اشکال نداره، تمام دیدیم نیار میبینیم. آقا بدونید ما خیلی برای ما ولی آره به خاطر این، ولی حالا نمیگم من الگو هم، ولی احتمال داره مثلا یه جا یه نفر بگه مثلا این فلانش مثلا چقدر این لباس خوبه، برم لباس ها رو بگیرم. خیلی رعایت میکنن، خیلی دنبال میکنن، مثلا نگاه میکنیم این کفشا، این لباسا، این شلوارهایی که مثلا ورزشکارامون امروزا میپوشن یا خود شماها میپوشید، اینها میتونه هم آموزش خوب به مردم بده. خودشون از همه جلوتره. خب بعضی بعضیاش، نه بعضیاش همچین زیاد نه بد نیست. بد نیست. نه هر کی واسه خودش یه چیزی داره، شاید یکی از کوچه‌ها خوشش نه. اون یکی دوست داره شلوارک بگیره. خب خودش دوست داره. کسی نمیتونه بگه بده. شاید عرف نباشه. نه. ولی دیگه خودش دوست داره. دوست داره بپوشه. ولی مثلا یکی کسی کفشش مثلا زنجیر رو کفشش هستش، یا نمیدونم شلوار سبز خالخال پشمی پوشه، اشکال نداره به نظر تو؟ حالا کلاً مثلا شخص نه خب ببین کلاً خیلی از ورزشکارای ما الان امروز اونجوری لباس پوشن که یا خیلی یه چیزی هست ببین بعضی از خواننده ها شاید این کارو بکنن. آره ببین مثلا شلوارش مثلا میگه وای بابا این چرا این شلواره رو پوشیده، ولی علاوه یارو میگه خوبه، یعنی خودش فکر میکنه این خوبه، خب بعد به اون احترام گذاشت، اون خودش دوست داره اینو، من چه؟ خب دوست داره اینو. ولی علاوه تیپ و مد میگی که الگو فلانا، من میگم بچه های ایران خودشون از همه جلوتر هم. اصلا اونا آره، ولی به هر حال هر کسی آره. جلو باشه نگاه میکنه مثلا فلان ورزشکار رو یا فلان خواننده رو و به اون نگاه میکنه، دنبال میکنه اون کار رو دست. یا دنبال میکنه اون آرتیست رو. میدونی منظورمو؟ قبول دارم. دقیقا میام، چون خودم اونجوری بودم قبول دارم. شاید اصلا کسی که فکرش رو نمی‌کنه یا الگوت بشه. روز اولی که رفتی رو صحنه یادت میاد؟ به عنوان کنسرت خارج از کشور. نمی‌دونم الان 2016 2015 2016 فکر می‌کنم اولین کنسرتم نیو ایر 2014 بود. خیلی تازه من 5 سال نیم اومدم بیرون، ولی کنسرتم هنوز شروع نکرده بودم تا عید امسال، یعنی که تازه آشنا شدم با منیجر الانم شهرام نورس و پلنمون چیدیم که میریم اروپا، میام آمریکا، دور شروع میکنیم چیکار میکنیم. ولی مثلا تو تا قبل اینکه با شهرام آشنا بشم دو سه تا کنسرت رفته بودم، یه کنسرت بزرگ تو سوئد رفته بودم، تو استکهلم فکر میکنم 2013 یا 14 بود. خب آره. چی بود؟ یه سالن خیلی خوب بود. چی اسم سالنه؟ گلوبن؟ آره آره. تو سوئد؟ اون یکی که 3000 نفر جام شه. آخه دو تا داره گلوبن هم بازه. آ نکست. نه یه چیزی تو من اسمش دقیقاً یادم نیست. آره. اونجا بود خیلی خوب بود، برنامه پر شد. حس چطور؟ حس خوب. من استرس ندارم قبل از استیج. نمیتونی بگی ندارم کلا. بالاخره دیگه گنده تر از آیه ایوی نیست که بزرگتر نیست. اونم بالاخره یه دلشوره اون ته داره. خیلی کمه، ولی یعنی اصلا رو استیج میام اصلا ترس ندارم، نمیدونم چرا. خودم عجیبه ما بعد واسه مثلا یه روز قبل دلهوره داشته باشه آدم داری میای تو مثلا ندارم زیاد، ولی میام رو استیج اصلا اون یه ذره ایم که شاید همون لحظه که داره یارو معرفی میکنه اون لحظه، ولی دیگه میام اولین پرش رو زدم تمام شد. میپری؟ الان دیگه کمتر میپرم، قبل دیگه میپری میپرم یکمی، الان فعلا یه ذره چاق شدم برمیگردم عقب میپرم. چرا چاق شدی؟ چرا توپل شدم؟ نه الان رژیمم یه ما دیگه، بعد من اینجوری هم دو ما دیگه لاغرم.
ول میکنم یه خودمو دیگه. یه وقت دوست داری غذا رو؟ خیلی لندن بودم یه سال تو خونه بودم، اصلا برنامه نمیرفتم زیاد، داشتیم پلن میچیدیم، اش دیگه نشستن یه جا و کار نکردن توپر میشدی. این دفعه لاغر شدم، قول بهت میدم دیگه چاپ میشم. واقعا قول میدم، چون فیلمای قدیمیت خیلی لاغر بودی. آره بابا خیلی دو ماه من لاغر میشم، ولی دو ماه میام بالا خیلی. آره. این بحث بگذن گوشم میشه. حس کردم که گفتی ویدیوهای گذشته تو دوست نداری زیاد پخش بشه. ویدیوهای گذشتم خیلی دوست دارم. خب به نظر خودم بهترین ویدیوام اون زمانه. خب ولی مصاحبه که میکنم دوست دارم بهم بگن ساسی، دوست دارم راجع به کارهای جدیدم صحبت کنم. الان ما سال 88 نیستیم، الان سال 95. خب راجع به امسال، پارسال اینا صحبت کنم. خب اگه راجع به گذشته دوست ندارم اونا الان قاطی الان بشه. راجع به اون صحبت کردیم، همه دیدن، تموم شده رفته. اگه یه نفر بخواد دنبال کارهای زرد نباشه، بعد کار اخیرم میگه آقا این کارات. آخه ولی مثلا میگه یکی میخواد زندگی تو رو مرور کنه. خب این زندگی تو که 28 سال 27 سال بیشتر نیستش، این زندگی 27 ساله یه مقدار زیادش به اون گذشته رفت پیدا میکنه دیگه. خب میدونم الان دوست دارم اگه شناخته میشم، الان دارم مصاحبه میکنم، یه لبخند ریز مشکوکی اونجا. دوست دارم الان راجع به الانم صحبت کنم. دوست دارم راجب اونور خیلی صحبت کردم دیگه. با کی؟ بابا خیلی همه حرف زدم، غیر از اینکه خودم حرف زدم، با بی بی سی هم صحبت کردم، چون من و تو هم بودم، هر جا هر چی بوده من راجب گذشته بوده. من دوست دارم حتی تو هم مصاحبه راجب این دوره این سبکم باشه. دوست داری اینو خیلی مطرح آره، کنی؟ آره دوست دارم ویدیوهایی که جدید هست رو نشون بدی وسط حرف و مس. اگه میخوای بری توی ویدیو نری تو حالا بود بکن نینا شکاشو 15 سالی بود. واسه این شعرهای جذاب و حور پدر ایکان و اینها کار کی بودش؟ کار خودم بوده. ببین این شعرهایی که به نظر خودم بد نیست الان میگم مال خودمه، اون موقع این که فان بوده مال خودمه. خب میگم که اون موقع هر کی یه تیکه جدید رو میکرد آهنگش میگرفت. خب گور بابای ایکان. آره آره دقیقاً. خیلی گرفت. خب خیلی بانمک آهنگه. اون موقع هر چقدر بانمکتر آهنگ میخوندی آهنگت میگرفت. دیگه مهم نبود که آقا این اصلا معنی میده. استاد شما بعد 20 سال دیگه میشه 30 سالتا. بچت میاد میگه گوره بابای ایکونو. دیگه خب موقع فکر نکردم. ولی الان هیت تایم ترک تو کنسرت هم. صد درصد همینطوره. برای همین من میگم چه اشکال داره. خب کاری که قشنگ بوده قشنگ بوده دیگه. تو مارکت اونوری هم کلماتشون زیاد، حالا شعر و اینا فکر نمیکنم. نه اونورم نه اصلا. بس دلیل نمیشه معاملا. نه اشکا به نظر من هیچ، به نظر من چیزی که قشنگه و نوعه قشنگه و کار اون موقع قشنگ بوده. آره واسه خود من اتفاقا درست برعکس تو فکر کنم که تو میخوای یه جوری اون بخش رو الان دربارش صحبت نکنی یا نشون داده نشه یا صحبت نشه، چون به نظر من اون کار یه کاری که قشنگه و من مثلا اگر حالا من تینیجر نبودم اون موقعی که آهنگ تو شنیدم، یه چیزی بگم، ولی اونایی که بودن باهاش خاطره دارن. هممون خاطره داریم، نه با آهنگای منو، با اون دوران. همه یه دوران فان یک ساله رو داشتیم، خیلی خوش گذشت. یه سال هم می‌خندید آهنگا هم فان بود اینا. ولی الان یه نفر میخواد منو مثلا میخواد من تخریب کنه، نمیاد آهنگ مثلا فکر کن شما هستی مثلا میگه، خب نمیاد بگه آهنگ شانست، نمیاد بگه آهنگ چه میدونم نگونت، میاد میگه آره تو مثلا چه میدونم برو نیناشناش. اونا رو سلاح کردن، همونایی که باش حال میکردن، همونایی که نیناشناش رو نیناشناش کردن. من نیناشناش رو خوندم. دخترها رو چی میگفتی؟ مینینی چی گفته؟ نمیگم بهت، میخوام بگم الان نه داره میگه چی بود؟ موشود. این از کجا اومده؟ همینجوری میگم. اینم باز تو همون دوره‌ای که تیکه هر چی که فکر کنی تیکای بانمک. ببین این فیلم طنز بود، دقیقاً همین بود. ببین این یه فیلم طنزه که تو باید قسمت قبلی بعدی تا قبلی بانمک‌تر باشه. همین، این دلیلش بود. دیگه از یه جای دیگه اون ارزاد نمیکنه، چقدر دیگه بخندونی باحال باشه. الان خودم کم کم دیگه استودیو کوچولو دارم، هوم استودیو اوکی میکنم، یعنی کردم
یعنی ساقیا رو تو هوم استودیو خودم خوندم. آره ولی الان کجا کجا ضبط موزیکش کجا ضبط شده؟ ایران. همین که من دو ساله که تمام کارامو نویدم. آها. یعنی اون ضبط می‌کنه میفرسته تو میخونی و بعد میفرسی میکس اونجا میشه. میکس مستر ایران میشه. اونجا میشه. خب خیلی خوب. آره. خیلی خوب. من الان فعلا استودیو خب میخوای بمونی آمریکا یا میخوای برگردی؟ نه اصلا ببین ما که هر جای دنیا باشیم خونه زندگیمون میشه سه ماه توشیم همش این ور اونوریم. آره ولی یه جایی هست بالاخره لندن میگه اسمش خونه. فعلا لندن. لندن خانواده‌ام اینجا ولی فعلا خودم ترجیح میدم لندن باشه. پاسپورتت چیه؟ بریتیش دارم. پاسپورت بریتیش داری؟ بله. یعنی الان شما مقیم انگلستان هستی؟ بله. خب هر وقت دلت بخواد میتونی آره؟ بیای. آره مشکل ندارم برای اومدن این ور. چطوری بهت پاسپورت دادی؟ راحت به عنوان آرتیست. آره فکر میکنی؟ نه آخه اصلا میبینی من یه هر که هر چیزی رو تو میگم باید فکر کنم. تو الان یه چیزی از توش هر چی در میاری. نه میخوام بذارم که خب صد درصد کمک میکنه دیگه. نمیخوام منم چون دوست ندارم تو بازی رو بگی وصلش کردی به سیاسی ولی خب وصل نکن به سیاسی حتما یه جور وصل شدی خودت وصل کردی به سیاسی. نه نه اصلا خبر نیست. همینطوری گفتن چه خوشگل چه قشنگ بابا مانکر دیگه بهش بدین پاسپورت ای توی مانکر بالا اصلا سرگذشت داشتیم کرلی کرلی خوب اینا رو نگاه کرلی همه رو چرا تو مصاحبت الکی اون خنده منو گذاشتیم کدوم همون خنده تو مصاحبه نبود تو برنامه تو کانتک آره تو برنامه کانتک اومدی گفتی که ساسی به هم زده با این دختره بعدش این خنده هر گفته عین کلام به هم زده رو گفتیم آقا همه الان کسی که داره ادیت میکنه اون قسمت خنده منو که آقای امیر قاسمی مصاحبه کرده تو برنامه کانتک بذاره در شبش خب ولی اون خنده رو کسی که براتون دانلود کرده دیده که مال دو سال و نیم سه سال پیش فیلم مال تو دبی بود. خب ولی مردم چیزی که از شما دیدن دیدن که شما اومدی گفتی این با اون خانم به هم زده بعدش اینجوری داره میخنده. در شبش سر همون من مثلا چه میدونم 5000 تا فوش خوردم. چرا جدا میگی؟ آره مثلا من نمیخواستم تو 5000 تا تو میدونستی من میخواستم اقلا 50 تا فوش خوردم. ولی خب اگر که عاملش رو پیدا نمیکنم پشت این نورا عاملش این بره آره من حسش میکنم عاملش این بره. ولی ببین یه چیزی داستانی که بود داستانی بودش که همه جا سر صدای این قصه تو همه گیر شده بود. یعنی ملت اصلا در رابطه با روابط ایران و آمریکا رو فراموش کرده بودن. مهمترین بحث روز ساسی بود و دنیا اما با من مردم ما هم دوست دارن حواشی رو. این قصه یه که همیشه این حواشی متاسفانه البته متاسفانه شاید ما خودمون به گفته خودت که الان میگفتی یه زمانی مود شده بودش که همه به هم دیگه آهنگ بخونن یا شعر بخونن به هم دیگه فوش بدن همه حالت دیگه. در اون زمان یادم میاد دوست دیگه همون شاهین نجفی اونم یه کاری کردش بعدا خودش گفت مثلا اون مال دوران جوانیم بود یا از اون کار خودش هم راضی نبود. مطمئنن همه تون این حس و این حال رو داشتید. ولی خب مردم ما همچنان الان روی اینستاگرام و روی فیسبوک و اینا تا یه مسئله میشه این سردی و گرمی شدنه شروع میکنن به آرتیست یا به هر کسی تا اونجایی میتونن بهش بدبیرا میگن. دوست داری برای مردم برنامه اجرا میکنی و میخونی؟ خیلی باید داری ازش از مردمی که میان یا اصلا کلن مردم ما مردمی که فوش میدن مردمی که هر دلیلی میشه به اونایی هم که فوش میدن الان فوش میدن. بعد ببین یه چیزی برام تو میگم دفعه بعدی که دیدید یه جا ریختن دارم فوش میدن نگاه کنید
5000 تا اولش پوشه، بعد کامنت های اون میشه مثلا 5000 تا، من که به 200000 تا هم رسیدم دیگه. بقیهش همه میمیسن یه پیکان فلان مدل فلان، من مایه کوکو درست که هم با رفته، همش دیگه فقط میخنده از این چیزا میگن. خب ولی درخواست نمیتونم داشته باشم. ایرانی هایی که بیرون کشورن تا میتونن ساپورت کنن خواننده هاشون و کسایی که دوست دارن، و ایرانی هم که داخل هستن یه ذره صبرشون ببرن بالا، هر کسی جلو خودشو بگیره فوش نده اینا کم کم میاد پایین. ساسان از خواننده هایی که این ورا بودند کدومو گوش میکردی بیشتر؟ من میگم کار خوب همه رو گوش میدم، یعنی هر کار خوبی بیاد همه رو گوش میدم، ولی کسی که واقعا به نظرم این جدا از اسطوره هامون، آی ای بی هامو گوش، آی داریوش، اصلا جدا از اسطوره هامون، ولی به نظرم اسطوره چهارم هم اضافه شده، مثلا شادمر واقعا اصلا حرف نداره، اصلا نمیدونم چی کار میکنه، چجور میسازه اینا رو، چیز عجیب غریبیه، 50 تا هیت داره. خب شاد منو خیلی دوستم. اول شاد من آره باری شاد من. و در داخل کشورم گفتی مثل که موسیقی من خیلی خوبه، خودش خیلی خوبه، باری شاد گود. ساسا بریم به گذشته. یه زمانی تو با اشکین، با علیشمس، یکی دیگه هم بودش، نقطه چی بود؟ حسین مختار فامیلش مختار، فامیلش مختار است. آها آها، با اینا با هم دیگه کار میکردین یا با هم دیگه نه بر آهنگ نمیخوندین با هم دیگه نبودین؟ با اشکین که نمیخوندم، نمیخوندم. با علی ولی میخوندم، با حسین هم این شدن اینا. حسین که الان ول کرده فعلا یه مقدار، حسین نمیخونه ولی علی داره میخونه هنوز. علی هنوز همکاریتون با هم دیگه چی؟ نه همکاری دیگه با هم نداری. در تماس هستی با هم؟ با حسین شاید دو سه ماه یه بار یه تلفن، ولی با علی که اصلا زدیم به توپ توپ هم نه با هم حرف کار نمیکنیم، جدا شدیم خیلی وقت، اون ایران من این برام با هم رابطه نداری. آدم سیاست مداری هستی تو؟ از چه نمیدی؟ مثلا یه حرف هم نمیزنی با کسی، مثلا خیلی راحت یواش بگی مثلا چی بگیم؟ یه چیز خصوصی که بین خودم و یه نفر دیگه است ترجیح میدم بین خودم و همون نفر بمونه، دوست ندارم بیان بازش بگیم. پس یه چیز خصوصی بینتون هست؟ آره. اوکی، ولی با اشکین هم هیچ وقت ارتباطی نداشتی؟ نه، با اشکین ارتباط دوست بودیم خیلی، ولی الان با هم اصلا خیلی وقت، ولی با اشکین هیچ مشکلی ندارم، ولی با هم هیچ وقت کار هم نکردیم. آها، هیچ وقت کار نکردید. این ساسی مانکن پروداکشن چیه؟ بازم برمیگرده به همون که تیکه جدید همین خوان واسه موبین بود اسمون آقای. آره، یعنی من کار رو درست کردم، من هر کی یه اون موقع هر کی یه چیزی میذاشت، مثلا واسه چی برای اون درست کردی؟ مثلا اون یکی از دوستای خیلی خوبم موبین، یعنی خیلی 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 نزدیک، واقعا کارهای تو زندگی برام کرده که واقعا، ولی یه دونه آهنگ ما با هم خوندیم، یه دونه آهنگ من براش درست کردم، اولش خودم خوندم گفتم. پول گرفتی ازش؟ نه اصلا هیچ کدوم. اولیه یک گروه بودن که یه مقدار پول گرفتم، ولی برای دومی انقدر دیگه با هم رفیق شده بودیم نه یه تو چقدر پول میگیری واسه یه کار؟ الان یا اون موقع؟ الان نمیخونم معمولا، فیت نمیخونم، ولی یه دونه فیت این اواخر دارم 100 میلیون که تو توش بخونی؟ خودت هم بسازی؟ آره، ولی نمی کنم کلا این کار رو. چرا؟ نمی کنم دیگه، تنهایی احساس می کنم تنها بهتر، موقعیت هم فران اونجوری دوست ندارم فیت بدم زیاد، ولی با خواننده خوب بشه چرا، ولی با کسای دیگه هم. حاشیه رو دوست داری تو زندگی؟ این حاشیه باید باشه، اصلا نمیشه که بدون حاشیه، به نظرم این حاشیه
خوب و بدش واقعا هنو به این نتیجه نرسیدم. حاشی خوبش که خوبه خیلی، ولی بده بیشتر میفته رو زمون. ولی از اون بر اصلا همش ناراحتی، همش دلهوره داری، دلشوره داری. از یه بر خوبه، از یه نظر خوب نیست. من دو سال زندگی آروم آروم داشتم، یعنی دو سال هیچ اتفاق نیفته، شما خبر راجم به جز آهنگا هیچ اتفاق نیفته. ولی حاشیه به نظر من لازمه واسه خواننده، حاشیه یه ذره درسته، نه انقدر زیاد. کاری کردی که پشیمونی؟ نه اینو باید فکر کنم، الان یه دفعه نمیتونم بگم آره این کارم پشیمونه. آدم چرا یادم یادش بیمونه، میگه مثلا این کاری که کردم همیشه تو ذهنم هستش و ناراحتم میکنه. یادم نمیاد، نمیدونم، اینو باید فکر کنم. پس خود راضی هستی؟ نه، بودم خیلی زیاد، الان نه. چرا از خود راضی باشه؟ آخرش چه قرار باشه؟ آخرش چه قرار باشه؟ چه باشه؟ از خود راضی نیستی؟ نه نه نه، اصلا. کاری هستش که کردی خیلی خوشحالی ازش؟ آره، آهنگایی که ساختم از اینا خوشحالم. کدوم بیشتر اصلا دوست داری؟ آهنگا همه اینه بچه های ما دیده. نه، خیلی از آهنگا تو که یه سری بچه ها رو فرستادی پرورشگاه، یه سری الان فرستادی پرورشگاه، الان دیگه میگی من اون آهنگا رو. نه، اونا بچه های بزرگ من رفتن دنبال زندگیشون، اینا تازه بچه های جدید هم دارم پرووال بهشون میدم. آهنگ اسلام رو بیشتر دوست دارم. اسلوها رو خیلی بیشتر دوست دارم. مثل مثلا متاسفانه رو خیلی دوست دارم. نه فکر میکنم شاید از اسلوها دوتا گفتم، شیش هشت هم دوتا گفتی. ساسین تو زندگی تو مثلا آیا هیچ وقت جا داره که ازدواج بکنه ساسان، نمیدونم تشکیل خانواده بده، اصلا اینجور آدمی هستی؟ خیلی، آره، ولی الان وقتش نیست به نظر خودم، ولی خیلی دوست دارم. آره، چرا هر کسی بالاخره ازدواج میکنه دیگه، ولی الان به نظرم به کسی قولی دادی زده باشی زیره؟ اصلا. راست بگو، فکر کن. قول ازدواج نه. قول چی دادی؟ قول هیچ. قول دوستی دادی؟ دوست بودم با یه سری ها، با یه سری شاید، با یه نفر شاید یه ذره مثلا همون 4 سال بوده، ولی خب شرایطش پیش نمیاد. ولی بازم اون موقع هم نمیتونستم ازدواج کنم. من اون موقع هم میگفتم ازدواج، آخه الان نمیتونم، من خودم آماده ایشون ندارم، من نمیتونم یه خانواده رو الان اداره کنم. ولی فکر کنم چند سال دیگه، شاید 10 سال دیگه. 10 سال دیگه خوبه. 10 سال دیگه آدم معلوم نمیمونه که، ولی به نظرم 10 سال دیگه خوبه. زد الان خب تو تور کنسرت ها و فلان آهنگ بسن دیگه. 27 سالم تازه. زن بگیرم؟ نه نگیرم. نه هر چی خودت راحتی. چطور سر لباس پوشیدن میگی آدم هر چی خودش دوست داره؟ نمیگم. چی پیشنهاد میدی؟ ولی سر ازدواج از من میخوای بپرسی؟ پیشنهاد تو میخوام. به نظر من زن بگیرم موفق تر میشم. من نمیدونم تو آدمی هستی که آماده شد قیافت نمیخوره. وقتی صحبت از یه سری میکنی. بابا نگفتم من یه سری. حواس هر بدنم پرید. یک سری اینجوری شده. گفتم آدم با یه سری دوست میشه. آقا بیشتر من یاد ناصرالدین شاه و اون خمومش میندازه. خدا اصلا اینجوری نیست. من اگه آدم اینجوری بودم، تنوع طلبی بودم، هیچ وقت ریلیشنشیپ با اون نمیمدم اعلام کنم که بگم با اینم که دست بال خودم رو ببندم. بگم من با اینم فقط. من اینو اتفاقا دوست دارم. من دوست دارم با یه نفر باشم. من تو اوج معروفیتم، یعنی اون موقعی که خیلی مثلا حالا اوکی شده بودم، اون موقع بازم با یه نفر بودم. یعنی خدا یکی، یار یکی، دل یکی، زن یکی. آره اونجوریه. نه واقعا. نه. یه نفر. خیانتکار نیستم. نیست. واقعا نیست. باری شال. بسیار عالی. بنجام به نظر تو چه معنی داره؟ ببین منیجر، تا قبل اینکه من منیجر داشته باشم واقعا نمیدونستم. مثلا لباسات میبره اتوشویی، نمیدونم نه. با منیجر من لباساتو حمل میکنه واسه. نه اصلا این کار بابا، من الان منیجری که دارم خودش امپراتوری داره برای خودش. آخه بعضی منیجر اونجوری میبینن. نه اصلا، ما اصلا وظایفمون ببین یه مشاور خیلی خوبه، من با شهرام که کار میکنم، شهرام نورس، یه مشاور خیلی خوبه، تو کارش استاده، برنامه خوب میگیره، پولو به موقع میگیره، برنامه گذار، چه میدونم اسپانسر اوکی میکنه، همه چیو مو به مو وظایف خودشو،
یه قدم از وظایفش جلوتر نمیره، عقبتر هم نمیره. منم حدمو دارم، اونم میدونه حدامونو داریم که کی قراره چی کار کنه. اینو تو 2 سال فهمیدیم که تازه معلومه. اون از روز اول شاید میدونست، من تازه دارم میفهمم که آه من این کار رو باید بکنم، این کار وظیفه توه دیگه، وظیفه همونو میدونیم. ولی واقعا هر خواننده باید داشته باشه به نظر من که گوش کنه حرفش رو. و حالا شهرام از کجا اومده، از کجا منیجمنت رو یاد گرفته؟ مثلا منیجر تو از کجا منیجمنت رو یاد گرفته؟ این شهرام با خیلی از خواننده کار کرده. شهرام اصلا خودش برنامه گذار بوده تو لندن. آخه ما تقریبا پس شهرام لندن زندگی می‌کنه. بله. خب 3 سال پیش همدیگر دبی دیدیم، با هم دیگه صحبت کردیم. شهرام گفت که اینجوریه، اینجوری. بار اول هم دیگه دیدیم خونه من، صحبت کردیم، گفتم من منیجر میخوام، اونم گفت من منیجرم. گفتیم این کارا رو میخوام بکنیم، این برنامه‌مونه، برنامه‌مونو چیدیم، دقیقاً پلنمون هم همون جوری که شرم چیده بود تا الان درست اومد جلو. باشه. آره، یعنی یه دونه با کیا کار کرده قبلا؟ با یاس کار کرده، با حسین توی کار میکنه الان. آره، با حسین کار میکنه. با کاری تو با حسین کردی هیچ وقت؟ نه. یعنی شما دوتا رو با هم دیگه هیچ وقت نخواسته؟ نه، خودشون دلیلی احساس میکنم که حالا شاید در ادامه نمیدونم، ولی اینکه من و حسین تو کنسرت به نظرم یا هنگ با هم دیگه بخونی؟ نه، فعلا موقعیتش پیش اصلا نیومده. میگم شهرام میدونه، یکی از خوبیاش همینه، اصلا فرق نمیذاره، همون قدی که برای من وقت میذاره برای اونم وقت میذاره، هیچ چیزو با هم قاطی نمیکنه. خدا شکر همون موفقه، برنامه هم خوب داره جلو میره. ولی با این دوتا میدونم کار کرد. یه ویدیو ازت دیدم، من اون تاریخ ارمنستان بودم، بعد اتفاقا اون کنسرت تبلیغات شما انجام میدادی و تو و آرش در لس آنجلس در هالیوود استودیو برنامه داشتی. بعدش از همون خنده هایی که ویدیویی داری میخندی، از اونا اومده بودی دم آب، دم رودخونه، دم ماهیگیری، چی بود داستان؟ گفتی خراب کردن ما رو، ما رو دبودم اینجوری کردن، با اینکه صدای ما رو بستن، نمیدونم خواستن حال ما رو بگیرن، ولی ما برنامه ما رو ترکوندیم و خب، بازه به چی بگیم؟ با کی دعوت شده؟ من چون مقصره، این اتفاق خیلی خاصی نبود، خیلی ولی خاص اجراش کردی؟ اون حرکت من که اشتباه بود، اون که اون فیلم اشتباه بود، چون پاکشم کردم یکم. من دارمش. همین اولش مشکلش اینه که شهرام نبود. داستان این بود که شهرام نمیتونست اون موقع بیاد، من نبودم، من تنها بودم. فکر کن تو برنامه به این گندگی من تنها بودم، نمیتونستم همه چیز رو اوکی کنم، تنها مشکلمون همین بود. یه برنامه شهرام نتونست بود، البته مقابل بشه یستون برنامه داشتیم با آرش، خیلی برنامه خوبی هم شد. ولی مهم اینه که برنامه الی خیلی خوب شد، مردم راضی بودن. من مقصر رو نمیدونم، من فکر نمیکنم این مشکلی که پیش اومد سرات قطع کرده، فکر نمیکنم آرش تو این قضیه دست داشته باشه. خب آرش رو تو میشناسی، خوب. خیلی پسر خوبیه، اصلا این کارا نمو. یه سری اتفاقات دست به دست هم داد، یه سری برنامه‌ریزیایی که تایم انقدر، این انقدر، اون چقدر، اینا باعث شد این اتفاق بیفته. ولی در مجموع مردم دوست داشتن، من راضیم. نمیخوام راجع به زیاد صحبت کنم، اسم نمیخوام ببرم که کی کاری کرد، ولی مطمئنم خود آرش تو جریان نبود که هر اتفاقی که افتاد. خب تو این داستان خود آرش نبود، به نظر تو از طریق منیجمنت آرش اتفاق افتاده یا منیجمنتی که برنامه رو داشت انجام میداد؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم، نمیتونم بگم، چون اصلا چون قرار بود چند تا برنامه باشه. نه، دو تا بود. دو تا بود فقط. دو تا بود، دو تاش تموم شد. تموم شد. آره، برنامه آخر. با همون کسا برنامه گذاشتید. با همون آره کسی یه نفر. آره، دو تا برنامه داشتیم. ولی آرش خیلی برنامه ریزی کرد واسه برنامه الی. من خیلی دیر اومدم. من یه روز قبل از برنامه ویزام رسید. من یه ذره شهرام نتونست بیاد. یکم ویزاش افتاد برای یه. مگه انگلیسا ویزا لازم داره؟ نه، داستان اینه که حالا نمیخوام دیتیلز کامل بود بگم. چرا باید بگم که چی شد؟ تو که همش نمیخوای بگی که میگم من اینو نمیخوام بگم. خب کامل بیام بگم آقا امیگریشن گفت که فلان کنید بعد فلان کنید. نه، آخه شهرام ویزای توریستی میتونست بیاد. آها،
ولی شهرام چون منیجر ویزای کار باید میگرفت. آها شهرام دیر شد. شهرام دیر اومد. تو یه روز قبلش منم اومدم. آها ما دیر اصلا دیر شروع کردیم. آها. ما قراردادمون رو دیر بستیم، دیر شروع کردیم، واسه همین من دیر اومدم. شهرام به خاطر اینکه ویزای کاری میخواست مدت زمانش طولانی‌تر از ویزای توریستیه. میتونست با توریستی اصلا زودتر من بیاد، اصلا ویزا نمیخوان. ولی به خاطر همین یه ذره طول کشید، من شهرام نبودیش در کنسرت. به خاطر همین حالا من بند و جمع کنم. اتفاقا سیامک قهرمانی دوست خوبم خیلی زحمت کشید، التون آیی خیلی زحمت کشید، در مجموع خیلی راضیم. هیستون که عالی بود، الی هم 10 دقیقه بالا پایین، این مشکل بود فقط. تایم کردم طول دادی، داشتی زیادی میخوندی؟ دیر شروع کردم عمدن نه، یه تایم یه یکم بالا پایین شد دیگه. میگم که تنها مشکل همین بود، تایم بندی ها اشتباه شده. بعضی آدم هست دیگه، مثلا میره تو ماشین میشینه میگه هنوز سالن پر نشده، بذار پر بشه بعد بیام بالا. من سر سانچک گفتم که تا چند بخونم، گفتن 10.5. گفتم باش، من 10 اونجا بودم. خب گفتن باید بری بالا دیگه. حالا یه سر قضیه ها شد که گفتم یکم وایسین و فلان بشه. بعد آخه سر سال تحویل بود، اصلا ایش که نیومده بود دیگه که. ولی سالشی تحویل شده بود. خب خیلی ها پیش خانواده شون بودن، تازه داشتن میومدن. خب یعنی من تو راه کنسرت سال تحویل شد. آها انقدر زود که تازه همه داشتن میومدن. هم گفتی پر نیست پس نرم الان بالا. گفتم نه، نگفتم که پر نیست نرم بالا، گفتم گفتین 10.5 میرم بالا دیگه. بعد تو کی بود؟ تو کی خوندی؟ من تا 11:10 دقیقه. بعد پرده رو انداختم رو، نه صدا رو بستم فقط. صدا یه ذره کم شد، من احساسی هم بسته شد. آره دیگه حواس بسته بودم، سری داستان ها بود دیگه. ولی نمیدونم تقصیر کی بود، من همین نمیخوام بگم. نمیدونی یا نمیخوای بگی؟ نمیدونم واقعا، واقعا نمیدونم تقصیر این بود اون بود اون بود. ولی آرش مشکل نداشت. بعدش گفتی با آرش که من منظورم تو نبودی، مثلا منظورم منیجرت بود یا برنامه گذار بود؟ نه نگفتی. نه از اینجا دارم میام دیگه، از اینجا بشو میام. شتاب زده بود، اصلا رفتم فرداش خیلی عصبانی بودم از این اتفاق. اینا فیلمو گرفتم سری گذاشتم، ولی نباید این کار میکرد. ذره تو این مارکت باید صبر داشته باشی. ایرانی عمل کرده زیر زمینی اینجوری نمیشه، باید سیاست داری، باید امیر قاسمی باشی واسه خودت. به نظر تو من سیاست دارم ها؟ تو ته این کاری تو آخرش دیگه. خب خوشحالم بابا. خیلی خوبی ساسان عزیزا، درباره پدر مادرت صحبت کردی، درباره خواهرت اون صورت نگفتی که خواهرت چی کار میکنه، چی چه تو چه اون تو چه کاری هستش. اون لس آنجلس زندگی میکنه خواهرت؟ بله. ازدواج کرده؟ ازدواج نکرده؟ تنهاست؟ ازدواج کرده. ازدواج کرده. بسیار عالی. اون چی، اون موافقه با کارهای تو؟ خیلی. اونم مثل تو در شیطونه یا اینکه نه؟ نه خیلی آروم‌تر از من. هیچ کس خانواده اند من شیطون نیست. تو به کی رفتی بابا جان؟ کی رفتم؟ به کرلی؟ کرلی؟ به کی رفتی؟ نمیدونم واقعا، شیطون انقدر نداریم، ولی بچه های فامیلی هم کلن شیطون هست دیگه، اونا شیطون. ولی من شبیه کی هستی؟ مادر یا پدر؟ شبیه جفتشون هم، تقریبا شبیه مادرم بیشتر فکر میکنم بیشتر شبیه مادرتی؟ فکر میکنم. آها، ولی شیطنت هیچ کدوم اونا مثل تو شیطون نیسته؟ بابام جوانی 100% انقدر شیطون بوده. نمیگه ولی؟ نمیگه. با یه آنکات با اونم بذاره. چی مورد علاقه چی رستی؟ استقلال. استقلال هستی؟ استقلال احواز یا استقلال تهران؟ نه استقلال احوازی که خیلی دوست دارم، استقلال خوزستان. خوزستان. استقلال تهران ولی. استقلال تهران. نه. آخه. خیلی. شما؟ من فرق نمی کنه. اصلا امکان نداره. چرا؟ آخرش بالاخره به یه وری نه با خودی من به حساب بکنی، من 38 سال از ایرانی بیرونم و دو موقعی که بودم من فقط سلطان پروین رو دوست داشتم. خب پس پرسپولیسی اینجا نمیشه بازی ها رو دید اینجا اصلا. خب برای همین دیگه چون نمیتونی ببینی دیگه دور میشی از تو 27 سال اولین استقلال پرسپولیسی بود که نهیدم امسا.
خدا رو شکرم که ندیدم. چهار دقیقه حس بدی بود، خیلی حس بدی بود، ولی ندیدم بازی بابا، همش 4 صبح 5 صبح اصلا نمیشه دید. 7 صبح، 7 صبح دیر. آدمی هستی که دیر میخوابی، زود بلند میشی، زود میخوابی، چه جوریه؟ دوست دارم شب بیدار بمونم. دوست داری؟ الان میمونم ساعت چند؟ الان ساعت چنده؟ من ساعت 7 خوابیدم، 7 صبح 10 بیدار شدم. 7 صبح خوابیدی؟ آره. ولی بعضی موقع خوابم درست میشه، یهو 12 میخوام، بعد دوست ندارم 12 بخوابی 9 صبح بیدار شه. چیکار کنم از صبح؟ از روز خوشت نمیاد. آره. بعد الانم که آمریکا هستم باید شبا بیدار باشم، چون ایران به تایم ایران بخوره با تنظیم کننده اینا صحبت میکنم. کار جدید داری کار میکنی؟ آره. چند تا؟ یه دونه کار فعلا، دو تا کار داره تنظیم میشه، یه دونه 100% پخش میکنم. خیلی زوده برات که بگیم که دوست داری مردم تو رو چطوری بشناسنت، چون هنوز خیلی مونده که بخوای اون سالها بگذره. درست. که بگی وقتی من نباشم یا بعد از مثلا لگسی من چی خواهد بود، ولی دوست داری مردم امروز تو رو به چی بشناسن، به چه جور آدمی، چه جور آرتیستی، چه جور هنرمندی. یعنی چی؟ نمیفهمم سوال. یعنی چی؟ به چه جور هنرمندی بشناسن؟ یعنی دوست داری بگن چی؟ بگن آقا یه آدم باحالیه، یه آدمی هستش که از عشق خوب میگه، یه آدمیه که آهنگساز خوبیه، یه خواننده خوبیه، یه آدم خوش صداست. ایوه بمیری بعدش همه اینا میشی. بالاخره هم خواننده خوبی میشی، هم وای این ما رو چقدر شاد میکرد، یادتونه اون آهنگش؟ دو ما بعد هم جوکات میاد بعدش دم. اما گفتم که دوست دارم دوباره رو داشته باشم، یعنی هم شادیه، چون نمیتونم من شیشهش ندم، میخوان ازم باید شیشهش بدم، اسلوه هم دوست دارم داشته باشم، ولی دوست دارم کفه ترازو بره به سمت همون اسلو آشا کردن. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من هم تو خیلی زیادتر قربان تو، انشالله موفق باشی مرسی. و همیشه هم لبخند رو لبات باشه. ممنون. چهره شاد و خوبی داری. مرسی شما. مرسی. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی همچنین. مرسی.